بخش خبر تلویزیون ایران فردا را با درود بر شما آغاز می کنیم. هیئت ایرانی متشکل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان این وزارتخانه و تعدادی از اعضای دیگر این گروه برای شرکت در 51 نشست اجلاس امنیتی مونیخ امروز جمعه 17 بهمن ماه عازم آلمان شدند. آقای ظریف اعلام کرده قرار است در حاشیه اجلاس مونیخ با تمامی طرفهای دیگر درگیر در مذاکرات هسته‌ای به صورت دو جانبه گفتگو کند. به گفته آقای ظریف به جز روسیه و چین باقی کشورهای گروه پنج به علاوه یک در سطح وزیران خارجه در مونیخ حضور دارند. مونیخ از پنجشنبه شنبه به مدت سه روز میزبان کنفرانس امنیت جهان خواهد بود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا پیشتر خبر داد که جان کری و جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران روز 18 بهمن ماه در شهر مونیخ آلمان با یک دیگر دیدار و در مورد پرونده هسته تهران گفتگو خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است نتایج مفصلتری از مذاکرات را در پایان مذاکرات اعلام می کنیم. آقای روحانی گفته است امروز هیچ کس در مذاکره تردید ندارد که ایران باید در عراق راکتور داشته باشد. اما چگونگی آن مورد بحث است و این نشان داده ما پیروزی های بسیاری داشته ایم. آقای روحانی همچنین گفته است این موفقیت نیز با تلاش و همکاری مجلس و مسئولان امکان پذیر شده است. آقای روحانی که در اصفهان سخن می گفت همچنین از راه اندازی قطار سری و سیر در اصفهان خبر داده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل می گویند ایران مدتی است در بلندی های جولان جبهه جدید علیه اسرائیل گشوده است. ناتانیاهو جمهوری اسلامی و داعش را با هم مقایسه کرده و بار دیگر نسبت به خطر ایران هسته ای هشدار داده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل بنیامین نتانیاهو و موشه یلعون در پی حمله هفته گذشته حزب الله با موشک ضد تانک به اسرائیل که موجب کشته شدن دو سرباز پدافند این کشور شده بود روز چهارشنبه 15 بهمن از بخشی از نیروهای پدافند اسرائیل دیدن کردند. نتانیاهو طی این دیدار گفت مدتی است که ایران تلاش می کند جبهه جدیدی را در اینجا بکشاید و این جبهه را علیه ما گشوده به علاوه دیگر جبه های جنوب لبنان و نوار غزه. روز 28 ژانویه شبه نظامیان حزب الله با شلیک موشک های ضد تانک به کاروان نظامی اسرائیل دو سرباز این کشور را کشته و هفتن را زخمی کردند. اسرائیل نیز این اقدام را با شلی که توپ پاسخ داد که به کشته شدن یک صحبان اسپانیایی نیروهای سازمان ملل در جنوب لبنان انجامید. 29 ژانویه نتانیاهو ایران را مسئول این حمله به اسرائیل اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود. مقام های حزب الله گفته بودند که حمله روز 28 ژانویه آنان عملی تلافی در پاسخ به حمله هوایی اسرائیل در اوایل ماه ژانویه بوده که منجر به کشته شدن شش شبه نظامی حزب الله و یک فرمانده سپاه محمد علی الله دادی شده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دو روز پس از کشته شدن محمد علی الله دادی با رهبر حزب الله شیخ حسن نصرالله دیدار کرد. سخنان ناتانیاهو درباره اینکه ایران در حال گشودن جبهه جدیدی علیه اسرائیل در بلندی های جولان است تکرار گفته وزیر دفاع این کشور است یعلون نیز پیش از این هنگام دیدار از تأسیسات فناوری هوافضای اسرائیل از خطر ایران برای ثبات خاورمیانه سخن گفته و تأکید کرده بود که این کشور جبهه جدیدی را در بلندی های جولان علیه اسرائیل گشوده است یعلون همچنین بر ظرفیت فناوری هوای اسرائیل و اهمیت آن برای مقابله با تهدیداتی دوررس به خصوص ایران تاکید کرده بود. وزیر دفاع اسرائیل گفته بود ضروری است که مانع ایران از دست یافتن به توانایی نظامی هسته شویم و ضروری است نگذاریم ایران به ما حمله کند چه از لبنان به وسیله حزب الله یا از غزه به وسیله حماس و جهاد اسلامی یا از طریق گشودن جبه های جدید در بلندی های جولان. ناتانیاهو در دیدار با گروهی از نیروهای پدافند اسرائیل گفت رهبران جامعه بین الملل به جای آنکه از ایران بخواهند که به حمایت از تروریسم در منطقه و سراسر جهان پایان بدهد در حال رسیدن به توافقی با ایران هستند که به این کشور اجازه می دهد مسلح به سلاح اتمی شود. نخست وزیر اسرائیل گفت که توافقی که با ایران حاصل شده برای اسرائیل منطقه و همه جهان بسیار خطرناک است و اسرائیل با تمام قدرت با آن مقابله خواهد کرد. ناتانیاهو همچنین حکومت ایران را با گروه داعش مقایسه کرد. وی گفت داعش مردم را زنده می سوزاند. حکومت اسلامی ایران آنها را در میدان شهر اعدام می کند. هم داعش و هم جمهوری اسلامی ایران را اسلام گرایان افراطی هدایت می کنند. خشونت آنان مرز نمی شناسد اما بزرگترین خطر برای بشریت این است که سلاح اتمی به دست این گروه های بیفتد. نخست وزیر اسرائیل در هفته های گذشته بارها بر خطراتی که از سوی ایران منطقه و جهان را تهدید می کند تاکید کرده است. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر و از مخالفان شناخته شده اوباما از نتانیاهو دعوت کرده روز سوم مارس دوازده اسفند در کنگره آمریکا سخنرانی داشته باشد. نتانیاهو گفته است که از هر دعوتی برای دفاع از اسرائیل در برابر خطر ایران ای استقبال خواهد کرد. همزمان اشتون کارتر نامزد اوباما برای تصدی وزارت دفاع آمریکا نیز در نخستین سخنرانی خود ایران و داعش را بزرگترین خطر برای منطقه و جهان دانست. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت دولت از نظر قبلی خود درباره موافقت با حذف یارانه خانواده افراد با درآمد بالای دو میلیون پانصد هزار تومان در ماه عقب نشینی کرده است اسماعیل جلیلی پیش بینی کرد که در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت تصویب و بر آن اساس به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شود به گفته آقای جلیلی دولت معتقد است که این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی است و امکان اجرای آن وجود ندارد. دولت ایران نگران است که کاهش تعداد یاران بگیران به اعتراض اجتماعی منجر شود. دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان دو شهروند این کشور را به اتهام همکاری با وزارت اطلاعات ایران و جاسوسی به 27 سال زندان محکوم کرد. این دو شهروند فائق قربانوف و سیمور رزازاده معرفی شدند. آنها روز پنجشنبه شانزده بهمن ماه هر کدام به ترتیب به 14 و 13 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری آذربایجان این دو نفر توسط مأموران وزارت اطلاعات ایران به همکاری جلب شده و اطلاعاتی محرمانه درباره اوضاع دینداران کشور برخی نهادهای نظامی و کنسولگری ترکیه در لنکران جمعآوری و به مأموران امنیتی ایران منتقل کردند. دادگاه جرایم سنگین آذربایجان ده مرداد امسال نیز دو طبعه این کشور را به اتهام جاسوسی به ایران به حبس ابد محکوم کرد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مدعی شده حسن روحانی با رفع حصر از میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موافق نیست. او همچنین خواستار انتشار متن مذاکرات اتمی ایران شده است. حسین شریعت مداری چهارشنبه 15 بهمن در جلسه پرسش و پاسخ پس از سخنرانیش در قوم گفت به جرأت میگویم که آقای روحانی موافق رفع حصر نیست و خودش از کسانی بوده که به آن حکم داده برخی این ماجرا را مطرح می کنند تا مسئله اصلی فراموش شود آقای شریعت مداری در حال این ادعا را مطرح می کند که آقای روحانی از سال 1384 پس از روی کار آمدن احمدی نژاد دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نبوده و بنابراین نمی توانسته آن حکم را داده باشد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از سه تن از رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 در ایران از جمله انتظارات مطرح شده در رابطه با دولت حسن روحانی بوده است. روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده تغییر فضای امنیتی را داده بود. برای برخی این امید به وجود آمده بود که هم از کروبی، موسوی و رهنورد رفع حصر شود و هم زندانیان سیاسی آزاد شوند که به اتهام شرکت در حرکت اعتراضی علیه نتایج اعلام شده ی انتخابات 88 در حبس به سر می برند. در این میان بارها شخصیت های گوناگون تأکید کرده اند که رفع حصر در گروه دستور علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی است. از جمله تیر ماه گذشته مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی در یادداشتی از زندان توصیه کرد که انتظارها از رئیس جمهور باید در حد مقدورات و اختیارات قانونی او تنظیم شود با این حال گروه های مختلف سیاسی از روحانی خواستند که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدام به رفع حصر کند برخی گروهها با وقوف به نقش ای در این امر از روحانی درخواست کردهاند بکوشد تا نظر او را برای رفع حصر جلب کند شنبه گذشته یازدهم بهمن نیز در پی انتشار گزارشی در مورد مطرح شدن حصر خانگی کروبی موسوی و رهنورد در جلسه شورای عالی امنیت ملی سخنگوی شورا آن را بیپایه خواند و گفت اخبار موثق این شورا طبق ضرورت تنها از طریق دبیرخانه آن منتشر می شود. رئیس جمهور ایران خود هر از چندگاه با تاکید بر وفاداری به وعده های انتخاباتیش امید به اقدام برای رفع حس را زنده نگاه داشته است. پیش از آن مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به پرسشی درباره سکوت در پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود مراقب نارنجک های دودزا باشیم. این بمبها ها برای پرت شدن حواس ها از موضوع اصلی است. نقطه اصلی را نباید هیچگاه فراموش کرد. هاشیه سازی یکی از کارهایی است که این روزها با شدت دنبال می شود. مهدی هاشمی حدود سه ماه در زندان انفرادی بود و همکنون با قرار وسیقه ده میلیارد تومانی آزاد است. هنوز هم روشن نیست که اتهام هایی که به او زده شده از نوع سیاسی و امنیتی هستند یا اقتصادی. در تازه ترین مورد احمد توکلی نماینده مجلس او را متهم به دریافت رشوه 5 میلیون دلاری از شرکت نروژی استات اویل کرده است. حسین شریعت مداری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که متن مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره برنامه هسته ایران باید منتشر شود. او گفت: معتقدیم مذاکرات باید منتشر شود برای اینکه دست ما از نظر فنی و حقوقی پر است و مبنای قانونی مذاکرات هم همین مباحث هستند. او با عنوان کردن اینکه نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران به مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات توضیح میدهد افسود اگر متن مذاکرات را منتشر کنیم جهانیان حق را در میابند. مدیر مسئول روزنامه کیهان در عین حال از تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای هسته‌ای حمایت کرد و آنان را فرزندان انقلاب خواند اما بلافاصله افسود که میتوان سرشان کلاه گذاشت شریعت مداری همچنین گفت اگر توافقی که در مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد منجر به رفع تمامی و یکباره تحریم‌ها نشود این توافق به درد نمی‌خورد مجلس ایران نیز روز سهشنبه چهاردهم بهمن بر لزوم نقض تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا صحه گذاشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند که اگر به تصویب نهایی برسد میتواند لغو توافقنامه ژنو و بازگشت اقدامات ایران در زمینه فناوری هسته‌ای به نقطه پیش از توافقنامه ژنو را در پی داشته باشد. دولت اردن روز پنجشنبه 16 بهمن اعلام کرد که جنگنده های این کشور حملات علیه مواضع گروه حکومت اسلامی را از سر گرفتند. اردن پیشتر گفته بود زنده سوزاندن خلبان نظامی این کشور توسط گروه حکومت اسلامی را با شدت پاسخ میدهد یکی از مقامات دولت اردن که نخواست نامش فاش شود درباره زمان و محل دقیق این حملات توضیحی نداد اما گفت ارتش این کشور متعاقبا بیانیه ای صادر خواهد کرد اردن در همکاری با ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا پیشتر حملات هوایی متعددی را به مواضع گروه داعش که بخشهای وسیعی از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد انجام داده بود. شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان از کشته شدن یکی از اعضای ارشد این گروه در یمن توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خبر داده است. خودروی حامل شیخ حارس الزاری به, مح... به, همراه چهار نفر از پیکارجویان در سیوی که ژانویه در استان شبوا هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفت. شیخ الزاری اخیرا در ویدیویی از حمله به دفتر مجله فکاهی شالی ابدو در پالیس پشتیبانی کرده بود. در این پیام ویدیویی او تهدید کرده بود در صورتی که فرانسه اقدامات خسمانه علیه مسلمانان را متوقف نکند، حملات بیشتری علیه این کشور صورت خواهد گرفت. تلاش های دیپلماتیک جهانی برای پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین افزایش یافته است. رهبران آلمان و فرانسه متنی را تدوین کرده اند که امیدوارند مورد پذیرش اوکراین و روسیه قرار گیرد تا درگیری ها متوقف و صلح در اوکراین فراهم آید. با سفر غیر منتظره آنگلا مرکل، سر اعظم آلمان و فرانس و اولاند، رئیس جمهور فرانسه به اوکراین روز پنج شنبه 16 بهمن که با هدف ارائه طرح صلح ابتکاری آنها انجام شده، حالا روزنه امیدی برای پایان دادن به بحران مزمن اوکراین گشوده شده است. طرح صلح مشترک آلمان و فرانسه که نیویورک تایمز آن را کنسرتی دیپلماتیک خوانده در شرایطی قرار است ارائه شود که شورشیان جدایی طلب حامی روسیه در شرق اوکراین در روزهای اخیر پیشرفتهایی داشتند و با تصرف یک مرکز مهم حمل و نقل ریلی توسط آنها تنشها بار دیگر بالا گرفته و آتشبس پنج ماهه بیاعتبارتر از پیش شده است با سقوط چشمگیر ارزش پول اوکراین که در هفته های اخیر نزدیک به یک سوم ارزش خود را از دست داده تلاش برای برقراری صلح میان اوکراین و روسیه برای اتحادیه اروپا اهمیت بیشتری یافته و رهبری این ابتکار به آلمان و فرانسه سپرده شده است رهبران آلمان و فرانسه قرار است روز جمعه یک روز پس از دیداری پنج ساعته با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روانه مسکو شوند تا در پی مذاکره با مقامات کرملین زمینه تحقق صلح را فراهم کنند فرانس و اولان گفت به همراه آنگلا مرکل در روزهای اخیر روی تدوین متنی کار کردند که بتواند برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد. این در حالی است که به گفته مقامات آمریکایی دولت ایالات متحده در شرایط کنونی مشغول برآورده گزینه ارسال تسلیحات برای اوکراین است پیشتر مقامات روسیه هشدار دادند که ارسال تسلیحات برای اوکراین از سوی آمریکا تهدید مستقیم امنیت روسیه تلقی خواهد شد جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز پنجشنبه در کیف به دیدار مقامات اوکراین رفت برنامه برای سفر به مسکو ندارد اما حمایت کشورش از ابتکار آلمان و فرانسه را اعلام کرده است آمریکا در صدد است موشک های ضد تانک رادارها و پهپادهای شناسایی و دیگر تسلیحات لازم را برای اوکراین ارسال کند اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است با بازداشت میخائیل چرنوبی یکی از فرماندهان ارشد ارتش اوکراین به اتهام جاسوسی برای روسیه و انتقال اسرار نظامی به یکی از عوامل جدایی طلبان جمهوری خودخوانده خلق دونسک حالا نگرانی ها نسبت به نفوذ روسیه در ارتش اوکراین افزایش یافته و طرحهای موجود برای ارسال تسلیحات به اوکراین را با چالش های جدی مواجه کرده است. با این حال خودداری از ارسال تسلیحات هم می پیامدهای ویرانگری از جمله از دست رفتن بخش های بزرگی از خاک شرق اوکراین را به دنبال داشته باشد. مقامات روسیه ابراز امیدواری کردند که گفتگوها با آنگلا مرکر و فرانس و اولاند سازنده خواهد بود. گرچه با توجه به اهداف بلند مدت روسیه از تقویت حضورش در اوکراین و اقداماتی که در حمایت از شورشیان کرده نسبت به حسن نیت این کشور تردیدهای جدی وجود دارد. به گزارش نیویورک تایمز، دولت مردان غربی میگویند روسیه در راه پایان دادن به نبردی که خود برانگیخته گام برمیدارد. اما این اتفاق تنها زمانی رو خواهد داد که هدف کرملین برای گسترش قلم روی تحت کنترل شورشیان محقق شود. قرب همچنان از روسیه می خواهد که تسلیحات سنگین و نیروهای نظامی خود را از شرق اوکراین خارج کند و مرز این کشور با روسیه را به رسمیت بشناسد و به آن پایبند باشد. چالش دیپلماتیکی که آلمان و فرانسه میخواهند برطرفش کنند بازیابی همان توافق صلحی است که سپتامبر 2014 در مینسک به امضای طرفین رسید اما بارها و بارها از هر دو سو نقض شد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین از حالا هشدار داده که کشورش هیچ طرح صلحی را که در آن نسبت به تمامیت ارزی و استقلال اوکراین تردیدی ابراز شده باشد نخواهد پذیرفت. عباس واعظ تبسی نماینده علی خامنه ای در خراسان رضوی از حسن روحانی و مذاکره بر سر برنامه اتمی با غرب دفاع کرده است. آقای واعظ تبسی از منتقدان هستهای خواست تا اجازه دهند مقداری از روند مذاکرات طی شود. وی ابراز خوشبینی کرده که با آنچه او حفظ مواضع نظام و رهبر جمهوری اسلامی نامید بدون کوچکترین امتیازدهی به غرب مذاکرات دیر یا زود به سمر خواهد نشست. یک مقام وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد کرده است که کارمندان یک اداره با هم ازدواج کنند. بهمن بهمنی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان گفته یکی از برنامه های این وزارت خانه برای ترویج فرهنگ ازدواج ایجاد تسهیلات ازدواج در دستگاه های دولتی است. این مقام مسئول گفته است باید کارکنان دستگاه های دولتی شرایط ازدواج را با هم فراهم کنند. سایت های خبری در ایران نقل قولی از سعید مرتزوی را بازنش کرده اند که بر اساس آن آقای مرتزوی در نام نگاری علیه محمود احمدی نژاد دست داشته است. سایت تابنات می نیسد مرتزوی در جمع تعدادی از همکاران سابق خود در منزل شخصیش گفته پیشنویس نامه محمد رضا رحیمی را من تهیه کردم و آقای رحیمی فقط چند جمله از آن را حذف و اضافه کرد. همچنین از آقای مرتزوی نقل شده که گفته است بارها به آقای احمدی نژاد گفتم شما در تقابل با قوه قضایی بازنده محض هستید و از این رویه دست بردارید سایت تابناک همچنین می نویسد رفتار رقبای سیاسی احمدی نژاد نشان می دهد که قصد دارند از نمونه رحیمی به عنوان الگویی برای جدایی از احمدی نژاد استفاده شود از سوی دیگر برخی رقبای احمدی نژاد معتقدند که جدایی نیروهای پرهزینه ای مانند رحیمی و مرتزوی راه برگشت احمدی نژاد به عرصه رقابت سیاسی را هموارتر خواهد کرد. ششم فوریه مصادف است با روز جهانی مبارزه با ختنه یا ناقص سازی زنان. نتایج یک تحقیق نشان می داد که 83 درصد زنان پرسش شونده در جزیره قشم و 50 درصد زنان کردستان ایران مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار می گیرند. روز ششم فوریه روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان نامیده شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید عضو جنسی 140 میلیون زن در سراسر جهان از آفریقا تا آسیا و حتی اروپا مسله شده است. 28 کشور آفریقایی که عمدتا در صحرای جنوب آفریقا قرار دارند به اضافه عراق، اقلیم کردستان، ایران، سریلانکا، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، هند و پاکستان در آسیا جزو کشورهایی هستند که عمل ناقص‌سازی جنسی زنان در آنها انجام می شود. از هر چهار دختری که مورد این عمل قرار می گیرند، یکی از آنان می میرد. یک دختر نوجوان تابستان گذشته در مصر هنگام انجام این عمل جانش را از دست داد. برای اولین بار در تاریخ مصر پزشکی که این کار را انجام داده بود محاکمه و به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد. رایحه مزفریان در سال 1392 نتایج تحقیقاتش درباره عمل ناقصسازی جنسی زنان در ایران را در کتابی به نام تیق و سنت منتشر کرد. این کتاب در دولت احمدی نژاد مجوز نگرفت و نشر ناکجا نسخه آنلاین آن را در فضای وب منتشر کرد. حالا وزارت ارشاد دولت روحانی به این کتاب مجوز داده و قرار است روز ششم فوریه همزمان با روز جهانی مبارزه با ناقصسازی جنسی زنان پخش شود. نتایج این تحقیقات نشان می دهد بیشترین ناقصسازی جنسی زنان ایران در جزیره قشم انجام می شود. 83 درصد زنان مورد پرسش قرار گرفته این جزیره آلت جنسیشان مسله شده و 60 درصد آنان گفتند که این عمل را در مورد دخترانشان نیز انجام می دهند. در مناطق کردنشین این رقم بین 50 تا 70 درصد است. اما خانم مزفریان تاکید می کند که در کردستان ماجرا منطقه به منطقه فرق می کند. او می ممکن است در یک روستا عمل ناقصازی جنسی زنان انجام نشود، اما پنج کیلومتر پایینتر در روستای بعدی این عمل انجام می گیرد. به همین دلیل عددها و رقمها در مورد کردستان را نمی توان خیلی دقیق گفت. خانم مزفریان میگوید مطمئن است که در تمام مناطق استان هرمزگان عمل ناقصسازی جنسی زنان انجام می شود ولی در مورد سایر نقاط ایران مطمئن نیست هرچند احتمال میدهد که این عمل در جنوب استان فارس مناطق جنوبی استان کرمان بعضی از منطقه های بوشهر سیستان و بلوچستان و حتی در میان ترکمنهای استان گلستان نیز انجام می شود خانم مزفریان در جریان تحقیقاتش درباره ناقصسازی جنسی زنان در سال 88 به سراغ چندین مرجع تقلید می روید. از میان این مراجع آیت الله سیستانی این عمل را جایز دانسته اما پس از حمله داعش به عراق و صدور فتوای ناقصسازی جنسی زنان از سوی این گروه تروریستی فتوای خود را تغییر میداد و آن را حرام اعلام می‌کند. آیت الله خامنه ای در پاسخ به پرسش خانم مزفریان در سال 88 می گوید این عمل جایز است اما واجب نیست. بعد از چند سال و با اطلاع رسانی هایی که در مورد این عمل صورت گرفت در سایت رسمی خامنه ای این فتوا بدین صورت تغییر پیدا کرد. چون خطنه زنان عرف اجتماعی نیست و خیلی از مسائل دیگری هم که دیگر عرف اجتماعی نیستند به دلیل مرور زمان از بین رفتند، این عمل هم بهتر است که دیگر انجام نگیرد. بر اساس قانون شخص میتواند از کسی که این عمل را روی او انجام داده شکایت کند اما خانم مزفریان می میگوید عملا چنین امکانی مهیا نیست چرا که دختران همگی زیر 18 سال مورد این عمل قرار میگیرند و برای طرح شکایت باید تا 18 سالگی صبر کنند و بعد یا از والدین خودشان شکایت کنند و یا از مامایی که در اکثر موارد جزء آشنایان محلی یا خانوادگی است این کار عملا هیچگاه انجام نمی شود. مبارزه با عمل ناقص‌سازی جنسی زنان در اقلیم کردستان عراق از حدود ده سال پیش آغاز شده است. به گفته رایحه مزفریان، موفقیت کردستان عراق در مبارزه با ختنه در آسیا بی نذیر است و همین امر باعث شد توجه سازمانهای جهانی که قبلا تنها معطوف به آفریقا بود به سمت آسیا نیز جلب شود. عمل ناقصسازی جنسی زنان بر اساس تعاریف جهانی عملی است که منجر به معلولیت زنان می شود و به همین دلیل با خطنه مردان بسیار متفاوت است و نباید واژه خطنه برای آن به برده شود سازمان بهداشت جهانی این عمل را معلول کردن زنان دانسته و به همین دلیل می توان گفت 140 میلیون زن در سراسر جهان به دست پدر و مادرشان معلول شدند امسال سه فیلم ایرانی در بخش مختلف جشنواره فیلم برلین حضور دارند. مادر قلب اتمی، ساخته علی احمدزاده، پریدن از ارتفاع کم، ساخته حامد رجبی و تاکسی، آخرین ساخته جعفر پناهی در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور دارد. آقای پناهی دو سال پیش در 63 امین دوره این جشنواره با فیلم پرده در بخش مسابقه برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد. آقای پناهی پس از حوادث انتخابات سال 1388 دستگیر شد و دادگاه او را به مدت 20 سال از فیلمسازی محروم کرد. محمد رزان نقدی فرمانده بسیج گفته است کشور در یک محاصره 100 درصد قابل اداره شدن است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس آقای نقدی که در جمع بسیجیان سخن می گفت همچنین گفته است شهدان نمیپسندند که مسئولان ما جست دوستی با آمریکا بگیرند. چرا که ما دشمن استکبار هستیم سخنان فرمانده بسیج در ادامه انتقادهایی مطرح شده است که چهره های تندرو نسبت به قدم زدن وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو ابراز نگرانی کردند بنابر گزارش خبرگزاری مهر در چهل روز آینده امنیت شغلی به پایین ترین حد سالیانه خود می رسد و هزاران نفر با اتمام قرارداد کار در آستانه سال نو بیکار خواهند شد در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جامعه کارگری کشور ناامن بودن بازار کار و احتمال از دست رفتن فرصت شغلی و تجربه تلخ بیکاری است. به دلیل وجود هزاران تقاضای کار و نبود زمینه های جذب کارجویان امنیت شغلی نیز به پایین ترین حد خود رسیده است. این مسائل باعث شده تا ظرف مدت یکی دو دهه تقریبا تمامی قراردادهای کاری کشور از دائم و مستمر به موقت و غیر دائم تبدیل شوند که تأثیرات منفی فراوانی بر امنیت شغلی نیروی کار خواهد داشت و از آن سو شرایط اخراج نیروی کار برای کارفرمایان بسیار آسان است. وزارت کار اعلام کرده 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر موقت و غیر دائم است. که اگر از این موضوع چنین استنباط کنیم که تقریبا تمامی صنعت و تولید کشور در وضعیت موقت و نگران نسبت به آینده در حال کار هستند بنابراین با بازار کاری نابسامان و بحران زده نیز مواجه خواهیم بود که ویژگی آن وجود صفهای طولانی و ترافیک شدید تقاضای کار از سوی جوانان است. امروز کارفرمایان میگویند نمیدانند حتی در آینده نزدیک چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود و نوسانات یکباره قیمت مواد اولیه و ادامه واردات بیرویه انواع و اقسام کالاهای غیر ضروری و مشابه داخل صنعت آنها را تا مرز ورشکستگی و نابودی پیش برده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود میگوید دولت ها به ویژه یک دهه گذشته حمایت های مناسبی از تولیدات داخلی نداشتند و با وضع مقررات دست و پاگیر و افزایش یکباره هزینه های ها در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها باعث نابودی درصد قابل توجهی از صنایع کوچک و واحد های خورد کشور شده اند. این مسائل باعث شده تا امروز کشور با انبوهی از تقاضا برای کار مواجه باشد. اشتغال به بزرگترین دغدغه خانواده ها تبدیل شود و جوانان اغلب پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی مدتها وقت و توان کاری خود را در جستجو و آرزوی یافتن شغل به سر ببرند. مقامات دولتی در سفرهای استانی در دولتهای گذشته و فعلی با درخواستهای فراوان کار از سوی جوانان مواجه می شوند و برخی نمایندگان مجلس می گویند قریب به اتفاق درخواست مردم حوزه انتخابی از آنها فقط شغل است. قلام رضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمنهای سنفی کارگران با تاکید بر اینکه ظرفیت اشتغال موجود کشور توان پاسخگویی به تمامی نیازهای کارجویان را ندارد گفت اشتغال امروز قراردادی شده و قرارداد موقتها در صفحه اول بیکاری و ریزش قرار دارند آقای عباسی همچنین گفته است نبود امنیت شغلی باعث نگرانی و افزایش استرس نیروی کار می شود و آنگاه تأثیر این ناامنی را ما در افت شدید بهرهوری نیروی کار در ایران و تأثیر ناچیز آن در جریان تولید را می بینیم. بازار کار ایران در شرایطی رکود و بیکاری گسترده را تجربه می کند که کاهش سرمایه گذاری دولت به دلیل کاهش درآمدها دورنمای سخت در شدن اوضاع را مطرح کرده است. به نظر می رسد تا زمان باز نشدن درهای ایران برای ارتباط اقتصادی با جهان جوانان جویای کار همچنان باید در صفحای انتظار بمانند. در چنین شرایطی شاید حتی به دست آوردن همان یک وعده قضایی که آقای جنتی امام جمعه تهران از مردم خواسته به آن رضایت بدهند کار آسانی نباشد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از انتخاب غلام علی خوشرو به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل دفاع کرده است. باقر حسینی با اشاره به عدم پذیرش حمید ابو طالبی از توی واشنگتن گفته است تا زمانی که سازمان ملل در اختیار آمریکا باشد این اتفاقات می افتد وی تصریح کرده بیش از این خالی ماندن کرسی ما برای کشور مناسب نبود در دو هفته اخیر چهره های تندرو از انتخاب آقای خوشرو به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتقاد کردند دولت آمریکا حاضر به پذیرش آقای ابو طالبی که به گفته واشنگتن در گروگانگیری در سفارت آمریکا دست داشته است به عنوان سفیر در سازمان ملل نشد. اعضای یک اتحادیه دانشجویی صبح امروز مقابل وزارت امور خارجه تجمع کردند. میکائیل دیانی دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های کشور گفت احساس می کنیم برخی به دنبال عادی کردن رابطه ایران با آمریکا در دستگاه دیپلماسی هستند وی گفته روند یک ساله مذاکرات اخیر نتیجه ای برای جمهوری اسلامی ایران نداشته است آقای دیانی تصریح کرده قدم زدن وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه آمریکا به اقتدار کشورمان ضربه میزند لذا با حضور خود مقابل وزارت خارجه اعلام می کنیم تا رفتار و مسیر خود را در روند مذاکرات تغییر دهند از اینکه تا پایان بخش خبر ما را همراهی کردید از شما گذارم. شاد و پیروز باشید <متصفح>